بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی، شروع شادی و پایان انتظار توی. دوستان علی سلام، در ادامه اتحادهای مثلثاتی هست. همونطور که در جلسات گذشته دیدید، ما قرارمون بر این بود که مثلثات که مهمترین قسمت ریاضی هست رو به صورت هر سوال یک نکته برای شما آموزش بدیم. و همونطور که باز هم دقت کردید، مثلثات به صورت ترکیبی بیان میشه، یعنی ممکنه در یک سوال 3 الی 4 تا رابطه وجود داشته باشه تا شما بتونید اون تست رو حل کنید. با ما همراه باشید، جزء به جزء و جزء به کل مثلثات رو یاد بگیرید. سوال شماره 16 گفته حاصل عبارته آ مساوی است با چند تا تانجانت رو با هم جمع کرده؟ 20 40 60 الی آخر تا 180. بچه دقت کنید، 20 تا 20 تا دارن میرن جلو. خب گفته حاصل این عبارت چیه؟ قیافه هاشون غلط اندازن این سوالا، ولی خیلی راحت حل میشن. نگاه کنید. خب طراح محترم گفته تانجانت، بچه من مجبورم بنویسم دیگه، تانجانت 20 به علاوه تانجانت 40 به علاوه تانجانت 60 به علاوه تانجانت 80 به علاوه. بچه دقت کنید، من از اینجا به بعدشو چون میخوام یه بلایی سر تانجانت بیارم و یه رنگ دیگه بنویسم. آقا 80 رو نداده تا 60 داده، ولی خودت باید 20 تا 20 تا بری تا 180 برسی. میشه تانجانت 100 به علاوه تانجانت 120 به علاوه تانجانت 140 به علاوه تانجانت 160 به علاوه تانجانت 180. طراح محترم تا 180 رو به من داده بود دیگه. اوکی، گفتم حاصل اینا رو به دست بیارید. اولا که تو اینا ما کدومشو بلدیم؟ هیچ کدومو بلد نیستیم. 180 بلدیم. 180 کجاست بچه؟ دایره رو نگاه کنید، دایره رو بلدی دیگه، تو مثال قبلی هم توضیح دادیم. این ور ز یعنی زوج پی، فرد پی، فرد پی دوم، فرد پی دوم. بین دو تا تغییر فاز داشتیم، بین دو تا تغییر فاز نداشتیم. هستا که هم دیگه همتون بلدید. آقا تانجانت 180 درجه، تانجانت این مقدار، خب این مقدار تانجانتش بچه چقدره؟ تانجانتش صفر دیگه. اوکی، این که هیچی، اونا هم که یادشون رفته. این محور تانجانت بود، نگاه کن دقیقا وسط تانجانت داره رد میشه، میشه صفر. خب 20 و 40 و 60 و 80 و اینا رو نمیتونم کارشون کنم، اینا تو همیتون آیه اول هم. من تغییر نمیتونم بدم. حالا من میام رو 100 و 120 و 140 و 160. بچه به جای این صده من میتونم بنویسم چی؟ 180 منهای 80. به جای اینم بنویسم 180 منهای چند بچه ها؟ 60. به جای اینم بنویسم 180 منهای 40. به جای اینم بنویسم 180 منهای 20. آقا اینجا میشه 100 تا، اینجا میشه 120 تا، اینجا میشه 140 تا و اینجا هم میشه 160 تا. حالا چرا 180؟ بچه نها کنید، فرد پی خوبی هستش دیگه، 0 90 180 270 360. اینجا تغییر فاز نداریم، بالا و پایین کنید این مقدارها با هم دیگه قرینه میشن و از بین میرن. خب بچه به جای تانجانت، دقت، به جای تانجانت 180 منهای 80 تو فرد پی هستیم، ما تغییر فاز نخواهیم داشت، جواب ما همان تانجانت 80 میشه. اما علامتش، آقا تو ناحیه دوم میافتی، تو ناحیه دوم تانجانت منفیه. بعدی 180 منهای 60 تغییر فاز نخواهیم داشت، میافتی تو ناحیه دوم، تانجانت ما منفیه، میشه منفیه تانجانت 60. بعدی 180 منهای 40 ناحیه دوم تغییر فاز نداریم، میشه تانجانت 40، اما چون تو ناحیه دوم تانجانت منفی. 180 منهای 20 ناحیه دوم تانجانت 20 علامت منفی. حالا نگاه کنید، تانجانت 20 با تانجانت 20 میره، تانجانت 40 با تانجانت 40 میره، تانجانت 60 با تانجانت 60 قرینن دیگه، و 80 هم با این 80. پس جواب میشه 0. یه 0 هم داشتیم، 0. سوال با نمکی بود. خیلی باز هم بازیاشو انشاءالله شما یاد گرفته باشید. دست به زاویه حادش نزدیم، از صده شروع کنیم تغییر دادن. سوال بعدی، سوال شماره 17 گفته با توجه به شکل زیر، همچین شکلی پی هست منهای 1/3 و ایگرگ. آقا این دایره و اینم پی. خب ایکسش رو داده منهای 1/3، ایکسش تو منفیه، ایگرگش تو مثبته، نداده.
و طول OP یعنی این شعای من داده چقدر؟ 1. حاصل این عبارت رو خواسته. خب من باید ایگرگ رو داشته باشم، وقتی یه نقطه رو داشته باشم کامل مختصاتشو، شعاشم که دارم، سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانتشو میتونم به دست بیارم، حاصل اینو به راحتی به دست بیارم. نگاه کنید بچه، یادآوریش یه همچی چیزی دایره مثلثی شما بازم در نظر بگیری، حالا زوج بی فرد بیارو بلد بشی. خب این نقطه رو ورداشته، من با یه رنگ بنفش نشون میدم، این نقطه رو گذاشته اینجا، نگاه کنید این نقطه اینجا، خب این نقطه اینجا، آقا این گفته اسمش این نقطه رو میخوام بذارم پی. میگم خب بذار پی، یه دونه ایکس داره یه دونه ایگرگ داره، ایکسشو به من داده منهای یک سوم و ایگرگشو نداده. خب ببین ایگرگش که تو مثبتاه، یه عدد مثبت، مقدارش مونده برام. خب اچون یک یادآوری کوچولو، معادله دایره میشه ایکس منهای الفا به توان 2 به علاوه ایگرگ منهای بتا به توان 2 مساوی آر 2. حالا شما اگر آشنایت ندارید همچین فرمولی هستش. دایره ای ما رو مرکز شده 0 و 0، پس اگه همه اینا هم بخواد بشه 0 میشه ایکس 2 به علاوه ایگرگ 2 مساوی آر 2. شایه دایره هم به من داده 1. خب من اینجا رو میتونم ساده ترش انجام سادهش کنم، میشه ایکس 2 به علاوه ایگرگ 2 مساوی 1. خب شما خیلی راحت میتونید اینجا ایگرگ رو دست بیارید دیگه. بچه ایکس چقدره؟ منهای یک سوم به توان 2 میشه 1 نهم، میرم و ایگرگ 2 میشه 1 منهای 1 نهم، میشه 9 نهم منهای 1 نهم میشه 8 نهم، که اگه جذر بگیرم و شما مثبتش رو در نظر بگیرید اینجا میشه 3، این هم میشه رادیکال 8، میشه 4 ضرب در 2 میشه 2 رادیکال 2 با علامت مثبت. الان شما ایگرگش هم داری، شد 2 رادیکال 2 سوم. خب حالا چی رو خواسته؟ نگاه کنی گفته حاصل آ مساوی است با چند تا؟ 3 تا، 3 تا سینوس پی به علاوه آلفا به علاوه 2 تا تانجانت به توان 2 آلفا. خب دوستان شما میدونید سینوس پی به علاوه آلفا فرد پی به علاوه آلفا میفته ناحیه چندم؟ بچه ها ناحیه سوم. خب تو ناحیه سوم ما تغییر فاز نخواهیم داشت، تغییر فاز نداریم، همون سینوس میشه دیگه، میشه سینوس آلفا، اما چون اومد تو ناحیه سوم منفی. تانجانت هم که دیگه یه توان دو داره، فقط من کافیه اینجا سینوس آلفا رو داشته باشم و تانجانت آلفا، تمومه دیگه، بندازم این تو، این حاصلش رو دست میده. آقا سینوس اگه شما تو اون شکل اصلی نگاه کنید و اون زاویه رو داشته باشید میشه مقدار ایگرگ شما دیگه، حالا شعاعتون هم که یکی میشه همون دو رادیکال دو سوم. برای تانجانت میگید ایگرگ باید به ایکس تقسیم کنم، یعنی باید دو رادیکال دو سوم رو تقسیم بر منهای یک چندم کنید بچه ها، سوم کنید ایگرگ به ایکس. خب سهش که با سهش میره میشه منهای دو رادیکال دو. حالا بندازیم داخله، آ مساوی است با، میگه با سه تا از اینا با یه منفی میشه منفی سه تا دو رادیکال دو سوم به علاوه دو تا این بسته به توان دو، یعنی منفی دو رادیکال دو هم به توان چند برسه؟ دو برسه. خب بچه این سه که با این سه میره این هم میشه منهای دو رادیکال دو، اینو به توان دو برسونم این میشه چهار، البته مثبتش چهار، دو چهار تا هم میشه هشتا، دو هشتا هم میشه چند تا بچه؟ شونزده تا، پس میشه منهای دو رادیکال دو به علاوه شونزده. خب یا 16 منهای دو رادیکال دو، با توجه به این گزینه شماره دو جواب ما خواهد بود. البته بچه من این شماره سوالو یادم رفت و درست کنم، این همون سوال 17 ما بود، حواستون باشه. خیلی خب بریم سوال بعدی. سوال شماره 18 گفتم حاصل این عبارت رو به دست بیارید، سینوس 750 کوسینوس منفی 420 و تانجانت منفی 315. خب بچه نگاه کنید، هم باید خودش ساده سازی کنیم، هم گزینه‌هاش هم از قصد یه گزینه‌هایی دیده که شما باید یک کوچولو اینا رو تغییر بدید. نگاه کنید باز یک یادآوری زوج بی فرد پی رو که ما گفتیم، اینجا یه نکته دیگه ای می‌خوام بگیم. بچه نگاه کنید زوج بی فرد پی رو که شما بلدید، من اینجا رو می‌خوام پاک کنم خب، و به جاش مقدار
عددیشون رو قرار بدم، یه رادیانی قرار ندیم. آقا اینجا بود 0.90، 1.90 میشه 90، 2.90 180. نکنم چه 90 تا 90 تا داریم میریم جلو. 3.90 270، 4.90 360، 5.90 450، 6.90 540، 7.90 630، 8.90 720. اوکی، فقط اینکه یادتون بمونه. ببینید اینجا 90 180 270 360 که بلدید، اوکی. اینجا 450 جای 4 و 5 عوض کنین 540، اینجا 360 جای 3 و 6 عوض کنین 630. اینا زاویه که ما داریم. حالا یا همون زوج بی فرد توی خودمون ها، فقط این دفعه چی؟ مثلا 0 و 720 و 360 همون زوج بیه، 180 و 540 هم همون فرد بیه. اینجا هم فرد پی دوم، فرد پی دوم. حالا چیا رو به من داده؟ سینوس 750 درجه به علاوه کوسینوس منفی 420 درجه به روی مخرج دو تا تانجانت منفی 315 درجه. خب بچه 750 به کدوم از این زوایای ما نزدیکتره؟ نگاه کنین. آهان بیشتر کلش رو بیزنت بگیرید، مرسی. کل این سوال هم باشه که همزمان ما توضیح بدید. بچه نگه 720 خودمونه دیگه. پس این همون 720 خودمه یا همون زوج پی خودمه. 720 به علاوه یه 30 درجه شده، پس این همون زوج پی ماه دیگه، حواستون هست. بعدی آقا کوسینوس منهای آلفا با مثبت کوسینوس آلفا برابره، پس این منفیشو میتونم کلن بیخیال شم. الان 420، آقا این 420 450 منه. نگاه کنید بچه این بالا منهای 30 درجه، فقط حواستون باشه اینجا از اونجایی هست که ما تغییر فاز داریم. بعدی تانجانت منهای آلفا با منهای تانجانت آلفا برابره، پس من اینو میتونم ببرم بندازم بیرون، 315. خب بچه 315 360 دیگه، نه 360 منهای، خب چند تا بچه ها؟ 45 تا، درسته؟ خب این داستان ما میشه 360 که یک کوچولو اومده پایین. آقا بیایم تمومش کنیم. خب اسمشو گذاشته بود، حالا اسمم نداشت دیگه، ما اسم میذاریم. آقا این زوج بی که هیچی، همون صفر ماه علاوه میفته ناحیه اول میشه مثبت سینوس 30 درجه. سینوس 30 درجه چقدره؟ 1/2. اینجا به علاوه آقا 450 تغییر فازیه، همون پی دوم منه. اوکی نها کنین 450 90 همون پی دوم ما هستش. خب کوسینوس تبدیل میشه به سینوس، وقتی که میفته منفی میفته تو نهای اول، تو نهای اول مثبت میشه سینوس چند درجه؟ چه سینوس 30 درجه. سینوس 30 درجه دوباره میشه 1/2. بعدی یه منفی 2 اینجا داریم. آقا این 360 دیگه نیازی به تغییر فاز ندارم، تانجانت منهای 45 درجه، یعنی 360 میاد پایین. اوکی وقتی که میاد پایین میافتیم تو ناحیه چهارم، تو ناحیه چهارم خود تانجانت چیه بچه ها؟ منفیه. یه منفی هم اینجا داره میشه مثبت، تانجانت 45 هم میشه 1. ببینیم چی شد. اینجا 1/2 میشه 1، اینم میشه 2، پس ما به 1/2 رسیدیم. حالا بریم بررسی گزینه ها. خب بچه ها بررسی گزینه ها نگاه کنید. الان گزینه 1 210 درجه است، 210 درجه است. گزینه 2، گزینه 3 270 درجه، گزینه 3 150. تو اینا که داریم نگاه میکنیم یه دونه عدد آشنا داریم میبینیم بچه ها، 150 آشناه. چرا؟ اگر یادتون باشه ما یه زبدری رو به عنوان یادآوری گفته بودیم، حالا یک بار دیگه تکرار میکنیم. بچه نها کنین ما یه زبدری داشتیم به نام زبدر 30 درجه، به نام زبدر 30 درجه. اومدیم این زبدره رو به صورت رادیان بیان کردیم، گفتیم مثلا اگر اینجا پی شیشم باشه یا 30 درجه، این نقطه میشه 6 پی شیشم، اینجا میشه 5 پی شیشم، اینجا اگه 6 پی شیشم باشه اینجا میشه 7 پی شیشم،
اگر اینجا 6 پیش ششم باشه اینجا میشه 12 پیش ششم، حالا اینجا میشه 11 پیش ششم. گفتم اینا با هم برابرن، من دارم به یه عدد 1/2 نگاه میکنم. بچه ها این اگر 30 درجه باشه این پیش ششم 30 درجه باشه، 5 تا 30 تا میشه 150 تا، 7 تا 30 تا میشه 210 تا، 11 تا 30 تا میشه 330 تا. آقا 30 150 210 و 330 همه مقداراشون با هم برابره. اوکی اینجا هم اومده 210 و 150 و 270 داده، 270 که هیچ، اما 30 150 210 و 330 همون 30 درجه سینوس کوسین تانژنت کوتانژان طبق هستی علامتاشون عوض میشه. اما من اینجا قراره به یک عدد مثبت 1/2 برسم. اوکی بچه گزینه اول به من گفته کوسینوس 210 درجه. آقا 210 درجه کوسینوسش مثبت یا منفی؟ نگاه کنید میگه آقا منفی دیگه، نه این منفی. بعدی سینوس 210 درجه، آقا این 210 درجه سینوسش بچه نگاه کنید چیه؟ منفی. اوکی بعدی 270، 270 اینجا هستش، آقا 270 تو مرزه، 270 چیش خواسته؟ کوسینوسشو. بچه این رو محور سینوسه، کوسینوسش میشه صفر. اوکی اینم که هیچی، ورستیم به 150 درجه. 150 اینجا همون 30ه، دقیقا سینوسش مثبت، همون مثبت سینوس 30 درجه، یعنی همون عدد چقدر بچه ها؟ 1/2. حله؟ ببین دیگه تشریحی داریم میگیم، دونه به دونه گزینه ها داریم برای شما بررسی میکنم. این هم از این. سوال بعدی، سوال شماره 19 چی میگه؟ میگه اگر کوسینوس به توان 4x مساوی باشه با 1 به علاوه سینوس به توان 4x، آنگاه حاصل کوسینوس x کدام میتواند باشد؟ خب روابط دیگه بچه ها، همچنین رابطه که ما نداریم، باید یه کوچولو به این دو گوله فشار بیاریم، تغییر بدیم، مقاومت نکن. نگاه کن 19 یه رابطه یاداوری. خب رابطه که اینجا بهش میخوره و نزدیک باشه بچه کوسینوس دو آلفا هست. کوسینوس دو آلفا سه تا رابطه داشت اگر یادتون باشه، این بود دیگه، کوسینوس به توان دوی آلفا منهای سینوس به توان دوی آلفا، آلفا آلفا دو آلفا توان دو. بچه هل کلنگی اینو بریزی روی این، میشه دو تا کوسینوس به توان دوی آلفا منهای یک، اینو بریزین روی میشه یک منهای دوتا سینوس دوی آلفا. اوکی اینا ایزن همه کوسینوس دو آلفا. خب آقا چیه داستان؟ طرف گفته کوسینوس به توان 4x مساوی است با یک به علاوه سینوس به توان 4x. قبول؟ چیکار کنم اینو بردارم بیارم این بر؟ شما تشریف بیارید این بر، میشه کوسینوس به توان 4x منهای سینوس به توان 4x قراره بشه یک، توان 4 بینش منفی. چیکارش کنیم بچه‌ها؟ بگیم آقا این اتحاد مزدوجه دیگه، دو تا پرانتز باز کنم، قرار بشه شه 1، جذر اولی میشه کوسینوس به توان 2x، یک بار مثبت یک بار منفی، جذر دومی سینوس به توان 2x، سینوس به توان 2x. همتون میدونید این ور میشه 1، همتون میدونید کوسینوس 2 منهای سینوس 2 میشه کوسینوس 2x مساوی 1. قبوله؟ پس دیدید چرا به این رابطه رسیدیم؟ به خاطر اینکه ساده سازی باید انجام دادیم. حالا طرف کوسینوس 2x رو نمیخواد، که میگه کوسینوس x چه رابطه هایی میتواند باشد. شما طبق روابط نگاه کنید، من چطور بسته یادآوری رو، کوسینوس بین شماره 1 بین شماره 2 و بین شماره 3 این زبون درازه رو انتخاب میکنیم، میگیم آقا کوسینوس دو آلفا اینجا این باید بشه 1، خب اینم میشه دو تا کوسینوس به توان دوی آلفا منهای یک، اینو برده بیاریم و دو تا کوسینوس دوی آلفا میشه 2، پس کوسینوس دوی آلفا میشه 1، پس کوسینوس آلفا میتونه مثبت و منفی 1 باشه. یعنی کدام گزینه؟ نگاه کنید گزینه هاشو، صفر و منهای یک و یک دوم منهای یک دوم، پس گزینه دو منهای یک. بازی با روابط دیگه، انقدر ما برای شما از این روابط حل خواهیم کرد که دانش آموز دیگه تو مثلثات نه یه ایوا این چی بود اون چی بود. تمام به سوال بعدی، سوال شماره 20 گفته اگر زاویه تتا در موقعیت استاندارد باشد، خب
به طوری که نقطه انتهای کمان تعداد در دایره مثلثاتی را در نقطه منهای دو رادیکال دو سوم و یک سوم قطع کند، مقدار این عبارت چقدره؟ خب اولا یه دایره مثلثاتی بکشیم بچه ها، داستانش رو با هم بررسی کنیم. خب این یه دایره مثلثاتی گفته، خب استاندارد اینجای دیگه، اگه این دایره مثلثاتی باشه اینجا کوسینوسه، اینجا هم چیه بچه ها؟ سینوسه. خب پس ما اگر اسم این نقطه رو بذاریم نقطه آ، اینجا کوسینوسه، اینجا سینوسه، جا ایکس و ایگرگش دیگه. خب گفته به طوری که نقطه انتهای کمان ما این بشه، یعنی کوسینوسه، حالا اون زاویه محترم به ما داده منهای دو رادیکال دو سوم، و سینوس اون زاویه رو به من داده چقدر بچه ها؟ یک سوم. خب طراح از من چه خواسته؟ کوتانجانت خواسته. بچه کوتانجانت یعنی کوسینوس به روی سینوس. کوسینوسش میشه چقدر؟ میشه منهای دو رادیکال دو سوم به روی یک سوم. خب سهش رو با سهش بزن، منهای دو رادیکال دو رو داشته باش، بقیهش که دیگه محاسبه است، کاری نداره. نگاه کن، خب اینجا بوده یک به علاوه کوتانجانت به توان دو، یعنی منهای دو رادیکال دو به توان دو. اینجا چی بوده؟ کوسینوس سپی دوم منهای تتا. بچه سپی دوم اینجا نگاه کنید، هستک هم که بلدید دیگه همه تو. آقا سپی دوم تغییر فاز داره، کوسینوس سپی دوم، حالا اینجا گفته تتا دیگه، ما هم همه رو با آلفا حل کردیم، حالا تتا فرقی نداره. خب بچه ها سپی دوم تغییر فاز داره، کوسینوس میشه سینوس، سینوس تتا. بریم سر وقت علامتش. شما تون برقتی میگی سپی دوم منهای تتا، ناحیه دوم، تو ناحیه دوم تانجانت مثبته، پس اینجا منفی میشه منهای سینوس تتا، پس میشه منهای یک سوم. آقا این دو به تمام دو میشه چهار، اینم میشه هشت، چهار اینم هشت، هشت و یک نو، اینجا هم منهای یک سوم، اینجا هم یک، منفی 27 تمام شد. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 2. بچه صورت تست رو حتما نگاه کنید، فقط با ما همراه نباشید، این ورقه ها رو پرینت داشته باشید تا بتونید با هم دیگه سریعتر حلش کنید. بریم تست شماره 21. سوال شماره 21 گفته اگر مقدار تانجانت 20 درجه بشه 3/10، حاصل این عبارت رو به دست بیارید. بچه نگاه کنید، این یکی از آزمون ها بوده. 23 رو نگاه کنین، میگه اگه تانجانت 20 بشه 14/10، حاصل اینو به دست بیارید. این تست کنکور بوده. خب بچه دقت کنید، عیناً شبیه همه، یه دور 3/10 داده، یه 14/10 داده، اینجا 110 و 340 و 110 و 650 داده، 250 و 340 و 430 و 200 داده. آقا همون تغییرات که به شما گفتم، بعضی جا تغییر فاز داریم از جا نداریم. من 23 رو حل میکنم، 23 رو خودتون حل کنید. خب بدون فوت وقت شروع کنیم به حل کردنش. بچه دایره مثلثاتی رو کشیدیم برای یادآوری و میریم سراغ زوایای اون. اولیش چی بوده؟ گفته سینوس 110. بچه دقت، سینوس 110. بچه 110 اولا که وقتی این تست رو نگاه میکنید به اون ابتدای تست دقت کنید، گفته تانجانت 20 درجه، یعنی اون زوایایی که شما به عنوان آلفا باید داشته باشید بعد رو همون 20 بچرخه. بچه ها 110 اینجا هست، نگاه کنید اینجا 110 من هستش، اینجا تغییر فاز دارم، این دو جا تغییر فاز ندارم، برای بار چندم دارم توضیح میدم. خب بچه ها میشه 90، اینجا میشه 90 به علاوه 20، اون 20 هم که اولش گفته بود. اوکی میفتیم تو ناحیه دوم، تو ناحیه دوم سینوس مثبته، اما من تغییر فاز خواهم داشت، یعنی تبدیل میشه به کوسینوس 20 درجه. این اولش. بعدی گفته بود کوسینوس 340، کوسینوس 340. آقا 340 بیام ببینم، اینها 360، پس من میتونم به جای بنویسم 360 منهای 20، 360 اینجا منهای 20، تغییر فاز نخواهم داشت، کوسینوس همان کوسینوس 20 درجه میماند. وقتی میفته تو ناحیه چهارم علامتش هم مثبت. بعدی کوسینوس 110، کوسینوس 110، بچه کوسینوس 110 باز دوره همون میشه 90 به علاوه 20،
تغییر فاز خواهیم داشت، کوسینوس تبدیل میشه به سینوس 20، اما کوسینوس 110 تو ناحیه دوم هست، سینوس مثبت، کوسینوسش منفیه. حواسه اینجا بچه، اینجا یه ضریب 2 داشت، اینجا هم همون ضریب 2 شما میذاریم با علامت منفیش. و آخریش 650، کوسینوس 650 درجه. آقا 650 رو باید بشناسیمش، 630 پس جزء تغییر فازی های میشه 630 به علاوه 20 جزء تغییر فاز هست، پس کوسینوس تبدیل میشه به سینوس، سینوس 20. و خب 650 چون میفته کجا؟ تو ناحیه چهارم، تو ناحیه چهارم خود کوسینوس علامتش یه مثبت، ضریبی هم که نداره، پس میمونه فقط حاصلش. حاصلش چی میشه؟ میشه کوسینوس 20 به علاوه کوسینوس 20، پس میشه دوتا کوسینوس 20 تقسیم بر این شد منفی 2 تا سینوس 20، منفی 2 تا سینوس 20. خب و 650 هم شد مثبت سینوس 20، مثبت سینوس 20. خب بچه اینجا ساده کنم میشه منفی سینوس 20. آقا این که میشه یه منفی 2، کوسینوس به سینوس هم میشه کوتانجانت 20. بچه من تانجانت 20 رو داشتم 3 دهم، تانجانت 20 رو داشتم 3 دهم، نتیجه گیری کوتانجانتش میشه منفی 2 تا 10 سوم، پس میشه منفی 20 سوم. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 1 منفی 20 سوم. خب 21 حل کردیم، 23 دقیقا شبیه این میشه و جالبه اون هم میشه گزینه 1، پس 23 رو خودتون حل کنید. بریم سراغ تست 22. سوال شماره 22 گفته اگر انتهای کمان کمان زاویه x در ناحیه دوم دایره مثلثی باشد، خب طبق ناحیه دوم فقط سینوسش مثبته، آنگاه داشته باشیم کوسینوس پی به علاوه 2x بشه 1/3، مقدار تانجانت رو می‌خوایم، کوسینوس تانجانت رو می‌خوایم. بچه‌ها یک یادآوری بکنیم، ببینید این رابطه رو شما خیلی کم دیدید، این رابطه که من خواهم الان بنویسم. بچه‌ها می‌دونید کوسینوس 2 آلفا میشه 2 تا کوسینوس 2 آلفا منهای 1، و همچنین می‌دونید کوسینوس 2 آلفا میشه 1 منهای 2 تا سینوس 2 آلفا. قبوله؟ خب بچه من میخوام اینجا فقط کوسینوس به توان 2 بمونه. اگر من میخوام فقط اینجا کوسینوس به توان 2 بمونه چه اتفاقی میفته؟ کوسینوس به توان 2 آلفا با 2ش اینجا، این میاد این و میشه 1 به علاوه کوسینوس 2 آلفا. اوکی؟ خب اگر این دوار هم بخوام از این ببرم، طرف اینو باید تقسیم برای چند کنم؟ 2 کنم. اینو داشته باشید. اینجا این فقط میخوام سینوس به توان 2 آلفا مونه. پس این میاد این و میشه 2 تا سینوس به توان 2 آلفا مساوی است با میشه 1 منهای کوسینوس 2 آلفا. خب من اگه بخوام این 2 از بین بره، باید طرف اینو تقسیم برای 2 کنم. حالا آیا به رابطه جدیدی رسیدیم؟ جواب خیر. همون رابطه قبلی. حکمت این کار چیه؟ دقت کنید بچه ها، این رابطه و این رابطه شما میتونید سینوس رو به کوسینوس یا کوسینوس رو به سینوس تقسیم کنید. ما معمولا با تانجانت کار داریم، پس میام سینوس رو تقسیم بر کوسینوس میکنیم، یعنی اینو تقسیم بر این میکنم، سینوس 2 تقسیم بر کوسینوس 2 میشه تانجانت به توان 2 آلفا مساوی است با. حالا من قراره یه چیزی رو به یه چیزی تقسیم کنم دیگه، درست بچه ها؟ دارم بعد نمیشیم ترتمیز تر بنویسیم، تانجانت به توان 2 آلفا مساوی است. خب این اگر به این بخواد تقسیم بشه، دوش که با دوش میره صورت میمونه 1 منهای کوسینوس 2 آلفا، مخرج میمونه 1 به علاوه کوسینوس 2 آلفا. خیلی ها از این رابطه استفاده نمی کنن یا خیلی کم استفاده میکنن، رابطه جدیدی نیستش، پس حواستون به این رابطه باش. حالا چرا اینو نوشتم؟ چون الان شما به این سوال برخورد میکنید، طرف اومده گفته کوسینوس پی به علاوه 3x مساوی است با حتی 2x مساوی است با 1/3. خب بچه شما میدونید پی داره، یعنی توی فرد پیه، توی فرد پی باشه تغییر فاز نداریم،
همان کوسینوس بسته ای که جلوش رو می نویسم 2x، اما پی به علاوه 2x می افته تو نایه سوم. تو نایه سوم اینجا چی میشه بچه ها؟ منفی میشه، مساوی 1 سوم میشه. حالا اگه اینم توی منفی ضرب کنم این در میاد دیگه، اوکی کوسینوس 2x تون در میاد منهای 1 سوم. خب وقتی که کوسینوس 2x یا 2 آلفا رو شما دارید تانجانت رو میخواه، این رابطه به دردت میخوره. تمام شد. حالا تانجانت به توان 2، حالا اینجا صحبت آلفا بوده اینجا x بوده، ما فرقی نداریم. x مساوی است با 1 منهای منها میشه 1 سوم، 1 به علاوه منها میشه منهای 1 سوم. خب بچه اینجا میشه 3 سوم 1 سوم میشه 4 سوم، 3 سوم و 1 سوم میشه 2 سوم، اینم با این میره 4 دوم میشه 2. پس بچه ها تانجانت x من جذرش میشه مثبت منفی رادیکال 2. اما اول سوال گفته بود که اگر انتهای کمان زاویه x در ناحیه دوم باشد، خب اگر این قرار باشه تو ناحیه دوم باشه یعنی اینجا باشه، طبق قانون هستک عمل میکنیم دیگه، اینجا این حضرت بالا اینجا تانجانت باید منفی باشه، پس من چیش رو قبول میکنم؟ منفی رادیکال 2 رو قبول میکنم. سوال باحالی بود، تانجانت رو خواسته بود، کوسینوس 2 آلفا رو داده بود، پس رابطه جدیدی نیست. سوال شماره 24 میگه اگر کوسینوس یه بسته علاوه کوسینوس یه بسته بشه صفر، حالا اساسش مهم نیست، حاصل یک علاوه تانجانت یک علاوه کوتانجانت که x در ربع اول قرار داره از چه قراره؟ بچه یه نکته که حالا توی یه تست دیگه هم صحبت کرده بودیم، نگاه کنیم 24 گفتیم اگه بچه جمع دو تا آلفا و بتای دو تا زاویه بشه پی یا همون 180 خودمون، کوسینوس اون دو تا میشه صفر. طراح محترم اومده یه سوال داده گفته کوسینوس به جای این آلفای من گفته x به علاوه چند بذار؟ 30 بذار. و به جای این بتای من چه بذار؟ 2x به علاوه 60. گفته اگر این آلفات باشه اینم بتات باشه، کوسینوس این به علاوه کوسینوس این بشه صفر، اون مقدار رو به دست بیارید. خب طبق نکته‌ای که به شما گفتم دوستان عزیز، داستان چجوری میشه؟ نگاه کنید، الان باید این با این بشه 180. بگیم پس آقا x به علاوه 30 به علاوه 2x به علاوه 60 باید بشه 180. اینجا میشه 3x، اینجا هم میشه 90، بر اون ور اونم میشه 90، پس x تو باید بشه 30 درجه. حالا که x شد 30 درجه میتونی بیا حاصل این حساب کنی، 1 به علاوه تانجانت آلفا 1 به علاوه کوتانجانت آلفا. خب آقا فکر کن آلفا 30 درجه است، تانجانت 30 رادیکال 3 سوم، کوتانجانت 30 رادیکال 3، پس میشه 1 به علاوه رادیکال 3 مخرج مشترک 3، اینجا هم میشه 3 به علاوه رادیکال 3. ساده شدهش باید وجود داشته باشه. خب چیکارش کنیم بچه ساده بشه؟ یه مخرج 1 بهش بده، اینجا میشه 3 به علاوه رادیکال 3، اینجا هم میشه 3 در 1 به علاوه رادیکال 3، 3 به علاوه 3 رادیکال 3. اوکی حالا یا نه نمیخوای ضربش کنی، آقا ضربش نکن، به همین صورت بنویس 1 به علاوه رادیکال 3 ضرب در 3. بچه اینو باید گویاش کنی، اینجا رو باید ضرب در 1 منهای رادیکال 3، اینجا هم 1 منهای رادیکال 3 بکنی. بچه اینو توی این ضرب کنیم اتحاد مزدوج میشه، میشه 1 منهای 3. خب 1 منهای 3 میشه منهای 2، یه منهای 2 ضرب در 3، یه منهای 6 اینجا داشته باش. خب بچه اینو باید توی این ضرب کنیم دیگه، میشه 3، اینجا هم میشه منهای 3 رادیکال 3، این هم توی این ضرب کنم مثبت رادیکال 3، این هم توی این ضرب کنم منهای 3. خب بچه این منهای 3 با این مثبت 3 قرین است، با هم ساده میشه، اینجا هم میشه منهای 2 رادیکال 3، منفیش هم با این منفیش بزن، این هم با این بزن، میشه رادیکال 3 سوم. یعنی کدام گزینه؟ خب تست شماره چند بود بچه ها؟ 24 میشه گزینه شماره 2 اگر اشتباه نکنم، بله گزینه شماره 2. خیلی خوب، اینم از این، انشاءالله که این مبحث رو خوب یاد گرفته باشه. در ادامه با ما همراه.